بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول عقاید اسلامی، استاد مصباح، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. و از کردیم که اختلاف تنها در این نیست که آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از خودشون کسی را تعیین کردند برای جانشینی یا نکردند. البته این یکی از شؤون این مسئله هست، ولی جوهر اختلاف جای دیگری است. نقطه اصلی اختلاف در اینه که آیا بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود کسی که همه مقامات پیغمبر را به جز نبوت و رسالت داشته باشه لازم است یا نه. شیعه معتقدند که وجود چنین کسی برای جامعه اسلامی ضرورت داره و در واقع امامت متمم دستگاه نبوت، ولی اهل تسنن چنین اعتقادی را ندارند. اونا معتقدند که دستگاه نبوت ختم شد و دیگه هیچ یک از مقاماتی که خدای متعال به پیغمبر اکرم عطا فرموده بود به کسی خدا نداده، ولذا مردم برای حکومت خودشون کسی را انتخاب کردن. بعد هم بعد از خلیفه اول هم به شکل دیگری خلیفه دوم تعیین شد، اونم به صورت تعیین شخصی بود که خلیفه اول شخصا خلیفه دوم را تعیین کرد. در مرتبه سوم به شکل سومی این کار انجام گرفت و اون بود که خلیفه دوم 6 نفر را به عنوان اصحاب شورا تعیین کرد که اونها با اکثریت خودشون خلیفه سوم را تعیین کنند. بعد در مرحله چهارم هم باز با انتخاب خود مردم انجام گرفت که همه مردم اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن. بعد هم دیگه افتاد دست زورمندان، هر که زورش بیشتر شد شد خلیفه المسلمین. این جریانی است که اهل تسنن معتقد. البته درباره همین مسئله هم جای بحث با اونها خیلی زیاده که اگر خلیفه اول حق داشت جانشین برای خودش تعیین بکنه، آیا پیغمبر اکرم حق نداشتن؟ اگر حق داشتن چطور شد که خلیفه اول اینقدر دلسوز جامعه اسلامی بود که جانشین برای خودش تعیین کرد اما پیغمبر اینقدر دلسوزی نداشتن برای جامعه اسلامی؟ آیا خودشون خبر نداده بودن به وقوع فتنه ها و اختلافات در بین امت؟ اینا مطالبی است که خود اهل تسنن زیاد نقل کردند. چطور پیغمبری که میدونه بعد از او پیغمبری نخواهد آمد و یک عمری زحمت کشیده و جامعه ای را به وجود آورده و این همه با دشمنان اسلام جنگیده و هنوز هم جنگ ها خاتمه نیافته، در یه همچه شرایطی از دنیا میره و برای جامعه اسلامی دلسوزی نمی کنه؟ در صورتی که حتی برای جنگی وقتی پیغمبر اکرم از مدینه تشریف می بردن بیرون، یک کسی را به عنوان خلیفه در شهر تعیین می کردن.
اینکه در شهر معمولاً یه مش زن و بچه و پیرمردهای از کار افتاده و اینا دیگه کسی نمونده بود، ولی برای همونها پیغمبر اکرم یه سرپرستی تعیین می‌کردن. اون وقت چطور انگام که میخوان از این دنیا برند، این امت را رها میکنن بدون سرپرست و به اندازه ابوبکر هم دلسوزی برای امت اسلامی نمیکنن. و اگر روش تعیین خلیفه این بود که کسی را شخص قبلی تعیین بکنه، چرا پیغمبر اکرم این کار را نکرده؟ و اگر این روش روش اسلامی صحیح هست، چرا خلیفه دوم از این روش عدول کرد؟ بعد تعیین خلیفه را به دست شورا سپرد، چرا خودش این کار را نکرد؟ و اگر اون روش تعیین خلیفه به وسیله مردم صحیح بود، چرا خلیفه اول و دوم هر دو از این روش تعدی کردند، نگذاشتند خود مردم هر که را میخوان تعیین کنند؟ حتی در همین سطح هم جای اشکالات و مناقشات فراوانی با اهل تسنن هست، ولی مسئله اینه که ریشه اختلاف اینجا نیست. اصل بحث این نیست که آیا پیغمبر کسی تعیین کرد یا نکرد و چرا کرد و چرا نکرد. مسئله امامت به عنوان یکی از مسائل اعتقادی این است که آیا ضرورت دارد بعد از پیغمبر کسی وجود داشته باشه در میان جامعه که منهای مقام نبوت و رسالت مثل پیغمبر باشه، یا یعنی چیزی لازمه یا لازم نیست. این از مسئله کلامی و اون چه اهمیت داره در این بحث. ولی اون بحث ها همونطور که در جلسه قبل عرض کردم جنبه تاریخی داره بیشتر. خب حالا راجع به این مسئله نظر شیعه پیداست. اونا میگن بعد از ختم نبوت لازم است کسی باشد که مثل پیغمبر اکرم کلامش برای مردم حجت باشه و اطاعتش بر همه مردم واجب باشه، دارای علم خدادادی باشه، دارای ملکه عصمت باشه و از طرف خدا نصب بشه. و بدین ترتیب اصطلاح خاصی در کلام شیعه به وجود میاد درباره امامت، غیر از اون اصطلاح عمومی که همه متکلمین به اون اصطلاح گرایش دارن. چون قبلا گفتیم امامت در اصطلاح اهل کلام یعنی ریاست همگانی بر جامعه اسلامی در امور دین و دنیا. تو این تعریف دیگه شرط عصمت، شرط منسوب بودن از طرف خدا، دیگه اینا تو این تعریف نیست. هر کس که چنین ریاستی رو داشته باشه بهش میگن امام المسلمین. خب ما با در اصطلاح مناقشه ای نداریم، لا مشاهده فی الاصطلاح، و می‌دونیم که اصطلاح قرآنی از این هم وسیع‌تره. پیشوای هر جامعه ولو جامعه کفر هم باشه اسمش امام است. ولی یک اصطلاح خاصتری شیعه دارن در مسئله امامت، مسئله کلامی امامت. و این است که شخصی معصوم دارای علم خدادادی از طرف خدا برای رهبری جامعه تعیین میشه. یه همچه کسی را به اصطلاح خاص بهش میگن امام، هرچند امام به معنای عامتری شامل دیگران هم میشه، شامل نواب امام هم میشه، حالا نایب خاص باشه یا نایب عام، مراجع تقلید، رهبران جامعه اسلامی که به اذن الله و از طرف امام معصوم متصدی مقام امامت و رهبری مردم باشن، به اصطلاح عام اونها هم امامن. اما این مسئله کلامی نیست. امامت کلامی در اصطلاح شیعه یعنی کسی که دارای مقام عصمت و علم خدادادی باشه و از طرف خدا جعل بشه. به یعنی چه کسی میگیم امام به اصطلاح خاص؟ آیا هم چیزی لزوم داره یا نه؟ اگه لزوم داره دلیلش چیه؟
خب جواب شیعه مثبته، بله چنین چیزی ضرورت داره. و اما دلیل، معمولا در کتابای کلامی و کتابهایی که درباره امامت نوشته که از صدها و هزارها تجاوز میکنه، معمولا به ادله نقلی تمسک شده. روایاتی از پیغمبر اکرم یا آیاتی از قرآن کریم بهش استناد شده برای اثبات اینکه نظر شیعه در اینجا حق است. و بعد از پیغمبر اکرم، امیرالمومنین صلوات الله علیه به عنوان یک شخص معصوم و دارای علم خدادادی و منصوب من قبل الله جانشین آن حضرت بودند. بحث ها درباره حول و حوش این مسائل هست بر اساس آیات و روایات، که البته کتاب های بسیار خوبی در این زمینه از صدر اول اسلام تا کنون نوشته شده و در دسترس هست. شکر الله مسائیهم الجمیله، خدا انشاءالله به آنها جزای خیر بده که خدمات بسیار ارزندهی در این زمینه انجام دادن. از بهترین کتاب هایی که در اینجا هست و میتونن برادران مراجعه بکنند، از کتاب های مفصل یکی علاقات الانوار میر حامد حسین هندیز که روایات مربوط به امامت را ایشون تفصیلا مورد بحث قرار داده، درباره دونه دونه رباطش ناقلان حدیث بحث های مفصل کرده، زحمات خیلی فوق العاده ای کشیده ایشون که نمیدونم امروز کسانی پیدا میشن که حوصله مطالعهش داشته باشند یا نه. یکی از افرادی که در طول تاریخ فرهنگ اسلامی پرکارترین و برجسته‌ترین حساب میشه همین سید بزرگوار میر حامد حسین هندیز، که بسیار زحمت کشید در تهیه این کتاب علاقات الانوار و اخیراً هم تجدید چاپ شده. به هر حال از جمله کتاب شریف القدیر هست که باز همین سبک میر حامد حسین را منتها به صورت دیگری ایشون تعریف فرمودن و مباحث حول و حوش امامت را در مجلدات القدیر به صورت خاصی منعکس کردن. امتیاز این دوتا کتاب عرقات و القدیر در اینه که بر اساس روایات خود اهل تسننه، برای احتجاج و مناظره با اونها استناد به روایات شیعه چندون کارساز نیست. این دوتا بزرگوار بر اساس روایات خود اونها و با شیوه های تصحیح اسانیدی که خود اونها دارن کار کردن و اثبات کردن حقانیت مذهب شیعه و معتقدات شیعه در حول و حوش امامت را بر اساس مدارک اهل تسنن. یه سبک دیگه کاری که بزرگان شیعه کردن کار تلفیقی است، یعنی هم بر اساس مدارک شیعه هم بر اساس مدارک اهل تسنن، مثل غایت المرام بهرانی. اون دیگه بحث نداره، جمع کرده روایاتی را که در حول و حوش مسائل امامت هست، منتها در هر موضوعی دو باب منعقد کرده، یک باب از مدارک شیعه، یک باب از مدارک اهل تسنن. کتاب بزرگ قطوری بر اساس مدارک فریقین در مسائل مختلف مربوط به امامت، اون هم کار بسیار ارزنده و پرقیمتی است. و از جمله کتاب‌هایی که بحث‌های تلفیقی و گاهی با استدلالات عقلی و شواهد تاریخی مطرح شده، دلائل الصدق هست که اول کتابی نوشته شده بوده و مورد اعتراض اهل تسنن قرار گرفته بوده و نسبت به اون جواب داده شده و چند نفر از علما نسبت به اون اعتراضات جواب دادن و بالاخره آخرین جواب را مرحوم شیخ محمد حسن مظفر در دلائل الصدق ایشون جمع آوری کردن و بحث های بسیار جالبی دارن. اون هم بسیار کتاب خوبی است. و بعضی از کتاب هم هست فقط بر اساس مدارک شیعه هست، مثل اثبات الهداد.
انواع بحث های دیگر احتجاجی و اینها هم هست که حتی اسمش هم را آدم بخواد بیاره لااقل یه جلسه باید اختصاص بدیم به اسم این کتاب. این چند کتاب از بهترین کتاب هایی است که در این زمینه هست و برادر آخر وقت فرصت کردن ایام تعطیلی وقتهای دیگری به این کتاب ها مراجعه بکنن که اینها خزینه های گرانبهایی است از مدارک مربوط به امامت. از کتاب های مختصری که دم دست هست و خوب مراجعه کنند، اونایی که فرصت مطالعه زیاد در این مسائل ندارند، یکی اصل و شیعه و اصول عمل مرحوم کاشف الغطا است که کتاب موجز ولی متقن خوبی است، ترجمه فارسی هم شده. یکی هم کتاب مراجعات مرحوم سید شرف الدین عاملی که مباحثاتی است بین ایشون و یکی از بزرگان اهل تسنن که معاصر ایشون بود و از علمای بزرگ شیخ الاسلام مصر بود، مکاتباتی کردن اینا و هر اشکالی که اون عالم مصری به نظرش می رسیده در باره شیعه مطرح کرده و ایشون جواب داده. اینم چون مکاتبه طرفی نیست و راجع به هر اشکال دقیقی، حتی بعضی جاها لسانش این است که اگه کسی چنین اشکالی را بکنه شما چه جواب میدید، که او خودش روش نمیشده بگه که من همچه اشکالی را مطرح میکنم، اونقدر اشکال ضعیف بوده که اگه کسانی مثلا از ما سوال کنن چی جواب بدیم. به هر حال اینم کتاب بسیار ارزنده است، در نوع خودش کم نظیره و صدها و هزارها کتابی که در اینجا هست و ما اگر بخوایم حتی یکی از این کتابها را مطرح بکنیم و در حول و حوشش بحث بکنیم اقلا یک سال بحث رو باید اختصاص بدیم به این مسئله. المراجعات مال سید شرف الدین عاملی رضوان الله. بله، به نظر میرسه اون چه لازمه با وقت کم ما در اینجا مطرح کنیم با توجه به اون نکته‌ای که روش تأکید کردیم که محل اصلی نزاع در این مسئله چی هست، بیان یک دلیل عقلی است در ابتدا برای لزوم وجود امام. البته معمولا در کتاب‌هایی که درباره امامت نوشته میشه، بحثاً بحث‌های متأخرین و اینا، به صورت‌های دلایل عقلی ذکر میشه که چندان متقن نیست، جنبه جدلیش غالب هست، یعنی نتیجه یقینی برهان فلسفی حساب نمیشه. بیانی را میشه در این زمینه مطرح کرد که شکل برهانی داشته باشه، منتها بر اساس اصول موضوعی که قبلا تا به حال بحث کردیم. ما از دو تا مسئله‌ای که در بحث نبوت مطرح کردیم و اونها را از راه دلیل عقلی به اثبات رسوندیم، میخوایم بهره بگیریم برای اثبات این مسئله. اصل دلیلی که برای لزوم نبوت آوردیم دلیلی بود که از چند مقدمه تشکیل می شد و این نتیجه را می داد که چون خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده، مقتضای حکمت الهی این است که راهی برای شناختن سعادت و شقاوت دنیا و آخرت در اختیار او قرار بده و چون عقل انسان کافی نیست برای شناختن این راه، باید به وسیله وحی این کار انجام بده. این را به عنوان یک مقدمه، یعنی نتیجه اون برهان را یک مقدمه قرار میدیم برای این بیانی که میخوایم عرض بکنیم. اگه ما بخوایم هر مسئله ای رو که بحث می‌کنیم و می‌گذاریم دوباره بعد از چندی برگردیم که اون وقت به جایی نمی‌رسیم. ما مراجعه بفرمایید در همون درس‌هایی که اوایل امسال عرض کردیم. حالا لذا داریم عرض می‌کنیم، البته باید نیست، اگه دلیل عقلی هم نمی‌داشتیم ما با دلیل نقلی می‌تونستیم اثبات بکنیم.
ولی حالا در سبب این هستیم که دلیل عقلیم اشکال به بله، اگر دلیل عقلی ثابت شد و حجیت قرآن را اثبات کرد بر اساس اون دلیل عقلی، ما از قرآن نمیتونیم استدلال کنیم، اونم استنادش به عقل است. بله ظاهرا راجع به همه اینا بحث کردیم، اگر یادداشت فرمودید مراجعه کنید، اگر نه از اونایی که یادشون هست بپرسید. مراجعه به ما قبل، عطف به ما قبل کنیم، این هاشم فراموش میشه، این هاشو دیگه عطف به ما قبل نکنیم. اون دلیل نتیجه دلیل نبوت را به عنوان یک مقدمه. همین موضوع رو بحث کردیم که عقل آیا هیچی ازش نمیاد یا بعضی چیزا ازش میاد بعضی چیزا نمیاد، به اون بعض کدوم؟ خب اگه اینجوری ساده بفرمایید دو رکعت نماز صبح چگونه عقل اثبات کنه؟ این موقع حالا که ما داریم دلیل عقلی از میکنیم، گفتیم که خدا برای هدایت بشر به سوی سعادت دنیا و آخرت باید پیغمبر بفرستید. این یک مقدمه. مقدمه دوم این بود که در صورتی ختم نبوت صحیح است که دینی از طرف خدای متعال برای مردم آمده باشد که تا پایان جهان نیازهای مردم را برطرف کند، دینی باشد جهانی و جاودانی و باقی باشد تا روز قیامت. در این صورت دیگه لزومی نداره پیغمبری بعدن بیاد. این مقدمه را از اون مسئله ختم نبوت عرض می‌کنیم. در نظرتون باشه در اونجا بحث کردیم که عقل خودش نمیتونه بفهمه که چند تا پیغمبر لازمه. این از چیزاییه که عقل نمیفهمه. و آیا حالا دیگه کفایت میکنه یا باز هم پیغمبر لازمه؟ اینا عقل نمیفهمه. اما عقل به طور کلی این را میفهمه که اگر اون چه موجب بعثت انبیا بود تأمین شد، اون چه موجب بعثت انبیا بود جهل بشر به راه سعادت و شقاوت بود. اگر این تأمین شد و بشر تا آخر عمر دنیا راه سعادت و شقاوت خودش را و اون چه برای اینها لازمه دانست و این علم برای بشر باقی موند، مورد تحریف واقع نشد، فراموش نشد، تحریف و تبدیلی درش پیدا نشد، خب دیگه موجبی برای بعثت انبیا نخواهد بود. چون اون چه موجب بود این بود که بشر نمیدونه راه سعادت و شقاوت چیه، یک کسی میخواد که به او نشون بده. اگر این راه نشان داده شد و در میان بشر باقی موند للابد به طوری که مسون بود از تحریف و تبدیل، دیگه پیغمبری نمیخواد. البته اگر بعدم باز خدا پیغمبر میفرستاد خلاف عقل نبود، ضرورت نداشت، ولی حکمت الهی این بوده که دستگاه نبوت با وجود مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ختم میشه. به این معناش این است که دین اسلام دین همگانی و جاودانی است و تا آخر قیامت، تا آخر عمر دنیا در میان بشر محفوظ خواهد بود. اگر دین اسلام دینی باشه مال یک گروهی از مردم، خب بقیه مردم بی پیغمبر هستن، حجت برشون تمام نیست. اگر مخصوص یک زمانی باشی بعد از زمان دیگری نسخ بشی، خب بعد مردم چیکار کنه؟ اون دلیلی که میگفت پیغمبر فرستادن لازمه برای اون قوم یا اون زمان، میگه پیغمبر لازمه باید بیاد.
و اگر دین اسلام طوری بود که با این که همگانی بود و نسخ ناشدنی بود، طوری می شد که تحریف می شد و دیگه حقایقش از بین می رفت و راهی برای شناختن اون حقایق باقی نمی موند. باز احتیاج بود به این که یه پیغمبری دیگری بیاد و اون تحریف ها را تصحیح کنیم. پس حالا که دین اسلام دین خاتم هست و پیغمبر اسلام خاتم النبیین هست صلوات الله و سلامه علیه و علی آله، معلوم میشه که هم دینی همگانی و هم ابدی و هم مسون تا پایان عمر دنیا. حقایق این دین در بین مردم مسونیت دارید میماند، چون اگر نمونه باز احتیاج به پیغمبر دیگری خواهد بود. خب میدونیم که قرآن کریم مسون از تحریف است و خود خدای متعال ضمانت کرده که قرآن باقی بماند در میان مردم. این مسئله هم رو بحث کردیم. اگر تمام نیازهای دینی مردم از خود قرآن برآورده بشه، خود قرآن وقتی مسئولیت داره و در میان مردم باقی هست، برای شناختن راه سعادت و شقاوت دیگه مردم احتیاج به چیز دیگری نخواهند داشت. اما میدونیم که خود قرآن به تنهایی مبین همه حقایق برای مردم نیست. قرآن در مورد احکام و شرایع غالبا به مجملات اکتفا کردیم. البته خودم اینم حکمتی داره یه وقتم اشاره شاید کرده باشم، ولی به هر حال اینجوره که در قرآن تفاصیل احکام نیست. ما همه احکام فقه را مستقیما از خود قرآن نمیتونیم استنباط کنیم. مثال های ساده داره، همه میدونیم این همه قرآن تاکید بر نماز میکنه، نمیگه چند تا نماز واجبه، به چه کیفیت باید خوند، کی باید خوند، چه شرایطی داره، چند رکعت هست، هیچ کدوم اینا رو نمیگه. زکات واجبه، این همه تاکید میکنه، اما مقدارش از چه چیزهایی باید زکات گرفته بشه، چه به چه مقداری تعیین نشده در قرآن. با سایر احکام البته گاهی تفاصیل احکام بیان شده، حکمت هایی بوده در اینها که ما عقلمون نمیرسید، ولی در بسیاری از موارد، در اکثر موارد، جزئیات احکام در قرآن کریم بیان نشد و بیانش را به عهده پیغمبر اکرم گذاشتید که یعلمهم الکتاب لتبین لهم. مبین قرآن و معلم قرآن پیغمبر اکرم هستند که غیر از تلاوت قرآن و ابلاغ وحی قرآنی به مردم باید تعلیم بدن. تعلیم یعنی حقایقش رو برای مردم بیان کنند، نه تنها الفاظش. اون یتلو علیهم هست، یعلمهم چیزیست بیش از تلاوت آیات. و همینطور لتبین للناس ما نزل الیهم، مبین هست پیغمبر اکرم، باید تبیین کند، روشن کند، اجمال ها را برطرف کند، تفاصیل را بیان کند. و به همین آیات هست که اثبات میشه حجیت کلام پیغمبر اکرم که هر چه ایشون بیان بفرمایند در مورد احکام و دستورات اسلام حجت هست و این یک علم خدادادی است که خدای متعال به پیغمبر اکرم عطا فرموده، غیر از وحی قرآنی که تفاصیل احکام را میداند و برای مردم بیان میکنه و بیانش حجته. اگر این بیانات پیغمبر اکرم هم در تفاصیل آیات مثل خود قرآن مسئولیت داشت، همون ضمانتی که برای خود قرآن بود که این قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چنین ضمانتی راجع به سنت پیغمبر هم بود. و پیغمبر اکرم همه احکام را بیان فرموده بودند تفصیلا، حتی احکامی که هزاران سال بعد مردم مورد حاجتشونه، اگر اینا را بیان فرموده بودند و مسئولیت از تغییر و تبدیل هم داشت مثل که خود قرآن مسئولیت داره، جایی برای لزوم مسئله امامت نبود. ولی میدونیم که اینجور نیست. اولا دوران نبوت و رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی دوران 23 سال،
در 13 سالی که در مکه بودند عده معدودی مسلمان ها ایمان آوردند و اون هم در نهایت سختی زندگی میکردند که چند سالش در شیب ابی طالب محصور بودند. در یمچ شرایطی بیان تمام احکام اسلام تا روز قیامت اونچه مورد حاجت مردم هست میسر نبود. بعد هم که به مدینه تشوردند و تدریجا تام اونچه بشر تا روز قیامت مورد حاجتش هست میسر نبود. و به فرض این که میسر می بود، کی باید اینا را حفظ کنی؟ یه مش افراد بی سواد، کم سواد، کم معلومات که اگه معلومات زیادم داشتند و ضبط می کردند باز هم مسئولیتی نداشت، فراموش می شد، تغییرات درش پیدا می شد. بهترین نمونش این پیغمبر اکرم همه روزه برای نمازشون وضو می گرفتن، یه جایی هم قایم نمی شدن وضو بگیرن، جلوی چشم مردم، همه مردم می دیدن که پیغمبر اکرم چجور وضو می گیرن. کسانی بودن 20 سال وضو گرفتن پیغمبر را دیده بودن. همه مسلمان ها وضو گرفتن و از پیغمبر یاد بگیرن دیگه. بعد از وفات پیغمبر طولی نکشید بین مسلمان ها اختلاف شد که وضو چجوری باید بگیرن. باید آب از اینجا بریزن بیاره تا این از اینجا بریزن بیاره. 20 سال همه مسلمان ها دیده بودن پیغمبر چجور وضو می‌گیره. بعد از چندی از وفات پیغمبر هنوز نگذشته بود اختلاف شد که وضو باید چجور بگیره. با اینکه انگیزه‌ای برای ایجاد اختلاف در این مسئله نبود، حالا به نفع کسی تمام نمی‌شد. حالا آب از این طرف بریزن یا از این طرف بریزن، پولی جیب کسی نمیره، مقامی نصیب کسی نمیشه. در همین امر مسلمان ها اختلاف کرده. چرا سبب مسائلی که با منافع افراد تماس داشت، با سرنوشت زندگی افراد، گروه ها، ممالک، امت ها تماس داشت، انگیزه های قویی برای تحریف و تغییر داشت. اونها چه ضمانتی داشت برای اینکه اینا مسئول بمونه و این احکام تا روز قیامت سالم به دست مردم برسه؟ یه همچه مسئلهی که نفع هیچ کسی درش نبود مردم درش اختلاف کرده. اون مسائل، مسائل مهم اجتماعی که برخورد و تزاهم و تضاد منافع مردم بود قطعا درش اختلاف میکردن و مورد تحریف واقع میشد کما اینکه شده. پس سنت پیغمبر مسئولیتی برای محفوظ ماندن از تغییر و تبدیل نداره و عملا هم باقی نماند، مورد اختلاف واقع شد. با این که بخش عمده احکام اسلام باید از بیانات پیغمبر اکرم استفاده بشه، در قرآن فقط مجملاتی هست، یعنی بخش عمده راه سعادت و شقاوت را مردم باید از پیغمبر بیاموزند، خودشون از قرآن بلاواسطه نمیتونن استنباط کنن. و اینها هیچ مسئولیتی برای بقا در میان مردم نداشته و ندارد. خب در این صورت آیا حکمت نبوت تمام میشه؟ حکمت نبوت این بود کسانی در میان مردم باشند که راه صحیح سعادت را تا روز قیامت به مردم نشون بدن. و می دونیم که عمده بخش های این راه را باید از پیغمبر اکرم آموخت. ایشون خودشون تشریف بردن و سنت ایشون و بیانات ایشون دستخوش تحریف و تغییر واقع شد. در این صورت چه حکمتی هست برای اینکه نبوت ختم بشه و بعد از پیغمبر پیغمبری نیاد؟ تنها در یک صورت صحیح این کار،
یعنی عقل این کار را حکیمانه می داند. و اون این است که حالا که نبوت و رسالت ختم شده، اون مقام پیغمبر اکرم که مبینیت احکام باشد، شخص دیگری عهده‌دارش باشه. کسی باشد که مثل خود پیغمبر اکرم مبین احکام باشد و همینطور سایر مقاماتی که پیغمبر اکرم داشتن، تربیت نفوس، کسی باشه که با این کار عهده‌دار بشه. اون وقت بله دیگه ضرورتی نداره که پیغمبری بعدن بیاد. اما اگر تنها وحی قرآنی در میان مردم موند و تفاصیل و تبیینات و تفسیراتش مورد تحریف واقع شد، تغییر و تبدیل شد، فراموش شد، حالا بگیم تحریف عمدی هم نشده، بالاخره آدمیزاد فراموشکاره، یه جریانی فرض فرمایید چند نفر از همین شماها یه جریانی رو ببینید، بعد چند روز رو نقل کنید، همین چند نفر اون جریان رو نقل میکنه، ببینید هر کسی یه چیزی نقل میکنه، در همون جریانی دایی بر دروغ هم نیست، اما غفلت هست، فراموشی هست، بیتوجهی هست. خب چنین دینی که ضامن سعادت دنیا و آخرت تمام انسان ها تا روز قیامت خواهد بود، آیا میشه با یه همچه بیاناتی که به دست ابو هریره ها سپرده میشه این مسئله تأمین بشه؟ پس ختم نبوت در صورتی صحیح است و موافق حکم عقل است که اگر نبوتش دیگه ختم شده و چون وحی نبوت باقی است و مسئولیت از خطا دارد و دیگه احتیاجی به وحی جدیدی هم نیست، اون چه مورد حاجت بوده تا وحی بشه از طرف خدا، این وحی شده و متن قرآن در دست مردم هست، خب این باعث میشه که دیگه وحی جدیدی لازم نباشه. اما تبییناتش که مورد حاجت مردم هست، اون چگونه چه میشه؟ و اگر این تبیینات درش تحریف و تبدیل واقع بشه، ممکنه خود اون متن وحی با اون معنایی که مراد خدای متعال هست 180 درجه تفاوت داشته باشه. کلامش به دو صورت متناقض تفسیر میکنه، هر دوش هم از پیغمبر نقل میکنه، از کجا بفهمیم کدومش راست؟ پس این دلیل خلاصش اینه که امامت در واقع مجوز ختم نبوته. اگر امامتی نباشد، عقل میگه ختم نبوت صحیح نیست. همون دلیلی که میگفت مردم تا مادامی که نیاز به معرفت راه سعادت دارند باید پیغمبر باشه، میگه بعد از پیغمبر اسلام هم اگر این همون نیاز باقی بود، بعد هم باز پیغمبر دیگری باید بیاد. مگر انسانهایی که از زمان پیغمبر اکرم تا روز قیامت میان، اینا احتیاج به هدایت نداره؟ بله قرآن کریم بخشی از این هدایت رو عهده‌دار است، به همون کلیات و مجملاتی است که در قرآن هست و البته خدا منت بر ما گذاشته که اینها را ضمانت محفوظیت کرده، اما این منت وقتی تمام است، کامل است، که در کنارش یه ضمانت دیگری هم باشه. حالا که متنش محفوظ است، یک مبینی هم مثل خود پیغمبر اکرم داشته باشید. اگر این مبین علمش مثل علوم عادی باشه، باید از دیگران بپرسه تا یاد بگیری، در معرض خطا و اشتباه باشه، باز حجت تمام نمیشه، میشه مثل افراد دیگری میشه که از صحابه. پس باید یه علمی مثل علم خود پیغمبر داشته باشه. از اون طرف اگر علم داره اما آدمیست در معرض اسیان،
عمدن تهر عوضی میگه، باز حجت به مردم تمام نمیشه. باید کسی باشه که حقایق دین را اونطور که خود پیغمبر میفهمید بفهمه، با همون علمی که خود پیغمبر داشت، البته غیر از وحی قرآنی. و در مقام بیان اونها هم مسئولیت داشته باشه از خطا و همینطور معصوم باشه تا عمدن اشتباه نکنه. اگر چنین چیزی باشد، ختم نبوت موافق نظر عقل برای اینکه اون حجتی که باید به دست مردم برسه، نصفش به وسیله، بخشی ازش به وسیله قرآن تأمین میشه که ضمانت بقا داره، مسئولیت از خطا داره، مسئولیت از تحریف داره. بخش دیگرش هم به وسیله کسی تأمین میشه که او معصوم است، او هم مسئولیت از خطا داره. از اینجا معلوم میشه که چرا پیغمبر اکرم این دوتا را عدل هم قرار داد. اینا مکمل هم هستن. اینی تار کن فی کم ثقل این کتاب الله و اطرتی، اطرت همسنگ کتاب الله قرار داده میشه، برای اینکه بدون اون، بدون اطرت کتاب الله کارایی کافی نداره. اگر یک مبین معصوم و عالم به علم الهی نداشته باشه قرآن، کارایی خودش از دست میده. هر کسی از دلش میخواد تفسیر میکنه، یه چند تا روایت هم جعل میکنند، از پیغمبر نقل میکنند که بله پیغمبر در تعریفش، در تفسیر این آیه اینجور فرمود، کما اینکه کرده. چنین کتابی چه کارایی دیگه داشت در میان مردم؟ پس دین اسلام اون وقتی یک دین کامل هست و میتواند نیازهای بشر را تا روز قیامت برطرف کند که چنین امامی داشته باشه. و حالا میفهمیم که چرا قرآن کریم میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم. اگر دین اسلام مسئله امامت نداشت، به عنوان یک رکن در دین مطرح نبود، دین ناقصی بود، چون نیاز بشر برطرف نمی کرد. اون چه موجب بعثت انبیا و به خصوص بعثت پیغمبر اسلام شده، اون وقتی تأمین میشه که وحی قرآنی باشد، مبین الهی هم داشته باشد، مبینی که مقاصد خدا را درست بدونه و بتونه بر مردم بگه. این باید از طرف خدا باشه. پس در اصل اسلام چنین چیزی باید وجود داشته باشه، اما مردم چقدر استفاده بکنند یا نکنند، اونی مسئله دیگری است. خدا برای یک جامعه پیغمبری میفرستاد، مقتضای حکمت الهی این است که پیغمبر بفرستد. اگه مردم جمع شدن اون پیغمبر رو کشتن، بر خدا واجبه فردا یه پیغمبر دیگه بفرسته؟ از ناحیه خدا مطلب تمامه، اونها به سوء اختیار خودشون استفاده نکردن. پیغمبر فرستاد نکشتنش، اما دهنشو بستن، زبانشو بریدن. میگم اگر عرض میکنم، اگر چنین چیزی بشه که بر خدا واجب نیست، خب دیگران چطور؟ دیگرانی که محروم میمانند از هدایت این در این جامعه، اونا مسئولش اون کسانی هستند که جلوی نبرد رو گرفتن، ولذا مستضعفین مسئولیتی ندارن، کسانی که حجت برشون تمام نشد. پس دین از اون جهتی که یک دین کاملی است، در درون خودش باید چنین عنصری رو داشته باشید. حالا مردم ازش استفاده بکنند یا نکنند، اون باید دین کاملی باشه. راهی برای نشان دادن و اتمام حجت مردم و هدایت مردم تا روز قیامت باید داشته باشه. حالا اگه کسان اون راه را سد کردن، جلوش را گرفتن، ازش استفاده نکردن، اون نقص دین نیست، اون نقص مردمه.
پس دین کامل که بخواهد باقی و ابدی باشد و برای همه انسان‌ها تا روز قیامت وظایفشون رو تعیین کنه و هدایتشون بکنه، باید چنین عنصری داشته باشه، ولا دین ناقص است. این دلیل فقط اثبات میکند که بعد از پیغمبر اکرم باید امام معصومی در میان مردم باشد. کی هست دیگه دلیل عقلی اینا نمیگه. پس تا اینجا شما با دلیل عقل میتونیم اثبات بکنیم با این بیان که ختم نبوت باید توأم باشد با نسب امام معصوم عالم به علم الهی. هم مسئله معصومیت، هم مسئله علم خدادادی امام و هم نسب الهی، هر سه مسئله اصلی با این دلیل ثابت میشین. اگر این نباشد عقل میگه ختم نبوت صحیح نیست، خلاف حکمت الهی است. پس امامت متمم نبوت است، کامل کننده دین است. اکمال الدین و اتمام النعمه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اما اینکه این امام کی هست، اینجا جای برهان عقلی نیست و ما چند مرتبه تا به حال در این مسئله بحث کردیم. باز هم به آقایین سفارش میکنم به بحث های قبلی مراجعه بکنن یا از اونایی که یادشون هست بپرسن که مسائل علم کلام همه در دلیل عقل تنها اثبات نمیشه، بخشی از مسائل علم کلام هست فقط با عقل اثبات میشه، مثل اصل مسئله خدا و مسئله نبوت. بعضی از مسائل هست دو نوع دلیل داره، هم دلیل عقلی داره هم نقلی، مثل مسئله معاد. بعضی از مسائل هست فقط با نقل اثبات میشه، راهی برای عقل نیست. اگر ما اونجا میگیم با عقل باید اثبات بشه، به خاطر اینه که مدارکش با عقل اثبات میشه نه بلا واسطه. مسئله این که آیا پیغمبر اکرم شخص علی را تعیین کردند یا نکردند، این چیزی نیست که برهان عقلی بهش برسه. برهان عقلی بر شخص قائم نمیشه، برهان یه نتیجه کلی ضروری از مقدمات کلی ضروری است به دست میاد. حالا بگذاریم از مناقشاتی که در این زمینه ها هست، به هر حال برهان عقلی نمیتونه بگه در فلان زمانی اصلا پیغمبر شخصی به نام محمد صلی الله علیه و آله بود یا نبود، شخصی به نام علی وجود داشت یا نداشت. از این چیزا نمیتونه چیز سر در بیاره، این راه برهان عقلی نداره. بله بعد از اینکه ثابت بشه شخصی به نام علی بود، ثابت بشه که این ویژگی ها را داشت، که اونا همه از راه عقل باید ثابت بشه. اعلم الناس بود، اعدل الناس بود، اغزن الناس بود، چنین و چنان بود، که همه اینا با دلیل نقلی ثابت باید بشه. اون وقت عقل قضاوت میکنه که بله با وجود چنین شخصی صحیح نیست دیگری جانشین پیغمبر بشه، اون همش دلیل عقلی است. اما اینکه چنین شخصی بوده و میبایست شخصی به نام علی ابن ابی طالب وجود داشته باشه و بعد از پیغمبر بشه جانشین، برهان عقلی بنده میداره. بنابراین تا اونجا که عقل میتونیم ما فقط به عقل استناد کنیم، همین است که وجود امام معصوم عالم به علم الهی و منسوب من قبل الله بعد از پیغمبر اکرم ضرورت دارد و اگر نباشد چنین امامی ختم نبوت خلاف حکمت الهی است. صلی الله علی محمد و آله.